سیستان مردم گونی و پتو و نمد کهنه رو به صورت گلوله در می آورند و در غروب آخرین چهارشنبه سال آتش می زنند و معتقدند که نحوست این شب با این عمل از بین می رود. روستاییان کردستان دست جمعی به صحرا و کنار چشمه‌سارها می روند و مدتی را به شادی و پایکوبی و کشتی گرفتن می گذرانند. هنگام مراجعت به خانه مقداری سنگریزه جمع می کنند و سنگریزه را از روی شانه به پشت سر پرتاب می کنند. بدین ترتیب بلا و آفت را از خود دور می کنند. در روستاهای اطراف رشت غروب چهارشنبه سوری در 5 منطقه پوشال برنج با فاصله کنار هم می چینند. سپس آنها را آتش می زنند و برای دفع چشم زخم اسپند در آتش می ریزند و افراد خانواده از بزرگ تا کوچک 3 مرتبه از روی آن می پرند. چهارشنبه سوری از غم و غصه دوری، چهارشنبه سوری از غم و غصه دوری. در بیشتر شهرهای ایران کوزه ها را پس از پریدن از روی آتش می شکنند. منشأ این آیین احتمالاً به این عقیده برمی‌گردد که پریدن از روی آتش باعث می‌شود بدیومنی و بدبیاری اهالی خانه به داخل کوزه منتقل شود و شکستنش بدیومنی را از بین می‌برد. باشو زنی و رسم قشنگ پاردوش، هیچ وقت نمیشد از یاد ما فراموش. در مناطق گوناگون چگونگی شکستن کوزه تفاوت‌های اندکی دارد. در تهران یک یا چند سکه درون کوزه جدید می‌گذارند و بعد از فراز بام به کوچه پرت می‌کنند. تا اوایل دوره پهلوی بسیاری از کسانی که در تهران ساکن بودند به نقار خانه می رفتند و در زمانی مشخص همراه با نواختن نقاره کوزه ها را زمین می زدند. چهارشنبه سوری از غم و غصه دوری، چهارشنبه سوری از غم و غصه دوری. در خراسان قبل از شکستن کوزه مقداری زغال، نمک و سکه در آن می‌گذارند و بعد هر عضو خانواده کوزه دور سر خود می‌گرداند. هر گونه بدیومنی و بدبیاری را به کوزه منتقل می‌کنند و در آخر کوزه را از بالای پشت بام به کوچه می‌اندازند. در شرق و جنوب شرق ایران معمولاً به جای کوزه های نو کوزه های کهنه و بی استفاده را انتخاب می کنند. شاید این رسم ریشه در نکته‌ای بهداشتی داشته باشد. ایرانیان باستان معتقد بودند که نباید ظروف سفالین را بیش از یک سال در خانه نگه داشت و وقتی به پایان سال نزدیک می شدند و شب چهار شنبه سوری می رسید ظروف سفالین خانه را می شکستند. شب چهارشنبه سال چهار بر دنیا، نیت کردم که بنشینم سر را، نیت کن نبنشین در سر را، مرادت حاصل است امروز و فردا، مرادت حاصل است امروز و فردا. هی دای 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 دای. ظروف سفالی بیل و آبند، زود کثیف و آلوده می شوند و چون نمی شود آنها را شست یا پاک کرد، تنها چاره شکستن آنهاست. از سوی دیگر با این کار تقاضا برای خرید کوزه های جدید بیشتر می شد و رونق کار استادکاران کوزه‌گر را در پی داشت و از کسادی بازار و بیکاری آنها جلوگیری می کرد. خدا که می دهد عمر دوباره، خدا که می دهد عمر دوباره. هی دای 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 دای.
یه مثلا کوزه رو که یه سال آب ازش استفاده کردن دیگه این سوراخاش میگیرد و دیگه قابل استفاده نبود. این رو شب جاشم سوی بالکوشت رو میداختن آب میکردم این رو بود تو کوچه توش این سکه میدوستن. از اون سکه رو که فردا کی پیدا کنه این رو باز ارتباط معنویه. این در اقل مظاهر این جشن همه ارتباطات جهان مینو بود که باقی مون ولی نامش شد چهارشنبه سوری و منکوس به چهارشنبه دیگه سال میگه نشسته شنبه بگیرم و یه نام روزه چرا پارسال چهارشنبه گرفت این نام سه شنبه. ولی خب پنج روز از هفته این تو جشن جهان فراهران باقی مینون طرفی سال میگردید. دو روزش نبود دیگه ولی پنج روزش بود. یکی از رسم‌های چهارشنبه سوری خوردن آجیل مشکل‌گشاست. در گذشته پس از پایان آتش افروزی اهل خانه دور هم جمع می‌شدند و آخرین ذخیره دانه‌های نباتی را روی آتش با نمک بو می‌دادند و می‌خوردند. این دانه‌ها ممکن بود تخمه هندوانه، گندم، فندق، تخمه کدو، پسته، تخمه خربزه، بادام، نخود و شاهدانه باشند. اعتقادشان بر این بود که هر کس از این مخلوط بخورد نرم خوتر و مهربانتر می شود و کینه و حسد از او دور می شود. رسم قاشق زنی هم از رسوم قدیمی مردم در شب چهارشنبه سوری است. جوانها اهم از دختر و پسر تک پارچه روی خودشان میکشند تا شناخته نشوند و در خانه اقوام و همسایگان میروند. صاحب خانه از صدای قاشقهایی که به کاسه آب میخورد متوجه میشود که دم در خانه آمدند و داخل کاسه آنها آجیل چهارشنبه سوری، شیرینی، شکلات، نقل و پول میریزند. چیکار کنیم؟ گوشه چادر شاهنامه خوانی و قصه گویی دور آتش نیز از دیگر رسومی است که در شب چهارشنبه سوری معمولاً بزرگان خانواده به جا می آورند. در این میان نیز افرادی که دستی در موسیقی دارند معمولاً ساز می زنند و اشعاری در وصف حال جدید و آمدن بهار می خوانند. این کار در جشنهای دیگری همچون شب یلدا نیز انجام می شود و معمولاً جزء جدایی ناپذیر مراسم‌های باستانی ایران زمین است. مست و غزل خام زد حلقه به در نوروز چهره گشاید بهار روز من است امروز چشمه به جو آمد می به سبو آمد از نفس حافظ فال نکو آمد. امیدوارم چهارشنبه سوری امسال پر از شادی و امید برای همه ایرانیان باشد در هر جای این جهان و غمها را پشت سرشان جا بگذارند و بیماری و اندوه را به آتش بسپارند. شده سیده محبت به سر صفره سینا من